من و تو نیست، اگر نوکرش شدی خیلی حسین، زحمت ما را کشیدن من اومدم بشم دای تو حسین، میخوام که سر بدم به پای تو حسین، دلم به جز تو را صدای تو حسین، صدای قربت صدای تو حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. علیرضا تقی‌زاده هستم، از اصفهان خدمت رسیدم. الحمدلله رب العالمین. سفر نهم هم میرسم پابوس آقا ابو عبدالله حسین. تو من امام رضا حاضرتی که خودم داشتم این بود که مشهد قسمت شد، مشرف شدیم پنظر فولاد آقا امام رضا. از اینشون خواستم که برسم برای پابوسی آقا ابو عبدالله حسین. این شد که آقام عنایت فرمودن، این شد که عرضم به حضرت عالی کربلای آقا ابو عبدالله نصیبمون شد، اومدیم پابوسی خود حضرت. در رابطه با سفرم، هر سال مدد از حضرت سه سال سلام الله علیه، حضرت رقیه سلام الله علیه ها مدد میگیریم. خدا حضرت همیش عنایت به ما میدن که هر سال برسیم به پابوس آقا ابو عبدالله حسین سلام الله علیه. تا اونجایی که حقیر توانستم سعی کردم که آنچه که شاید باید در توانم بوده به صورت خالصانه و مخلصانه در دستگاه ابو عبدالله حسین به معرض بذارم و اون چیزی که واقعا تو دستگاه سید شهدا خالصانه باعث برای این شد که من سعادت این رو داشته باشم برسم به پابوسی حضرت، این بوده که سالیان که رسیدم پابوس حضرت، دوستانی که سالهای اولشون بوده برای برنامه‌ریزی کارهاشون و رسیدم به کربلا راهنمایی کردم و حمایت کردم و باشون هم سفر میدم، که از قبل این دوستان و دعا و حوائج این دوستان که سال اولشون بوده، حوائج ما هم انشالله مورد عنایت حضرت واقع بشه. همیشه برای خود من سوال بود که سار الله خون خدا، این واژه‌ای که به آقا ابو عبدالله حسین ملقب شده، از بچگی این سوال برام پیش اومده بود که سار الله خون خدا یعنی اینکه چطور میشه که خود خداوند بفرمان که آقا ابو عبدالله حسین از خون خود منه. وقتی خود خداوند فرمودن که حضرت سار الله ابا عبدالله حسین زیارتشون و آقا رسول الله و آقا امام صادق سلام الله علیه ها فرمودن که برداشتن یک قدم در این راه برابر با صد
الی هزار حج واجبه بر این شدیم که عرضم برس حضور شما برسیم به پابوسی خود حضرت سلام الله علیه. و اون عشق واقعی رو به معنای واقعی کلمه درک کردیم در کربلا. وقتی که خود آقا امام حسین این عنایت رو به من عطا کردن که من هر ساله تو نیت قلبی می بود که من هر موقع که رسیدم کربلا وقتی به پابوسی خود حضرت رسیدم غیر از خود سید و شهدا هیچ چیزی از خودش نخواستم. گفتم یا ابا عبدالله من فقط غیر از خودت هیچ چیز دیگه نمیخوام. یعنی خواستن غیر خود سید و شهدا از خود سید و شهدا برای من الزامی نداره. خانوادم سعی کردن عرضم به حضور شما با عرضم به حضور حضرت عالی برگزاری مراسمات محرم، ماه رمضان، اعیاد قدیر، ایام محسنیه و اینکه ما رو واجب بر این دونستن که در این ایام نوکری کنیم برای حضرات اهل بیت، سعی بر این داشتن که ما را مانوس کنند با حضرات اهل بیت سلام الله علیها. سعی کردیم سید الشهدا رو با حفظ شعائر اخلاق رفت آمدها احترام گذاشتن به بزرگترها بالاخص پیر غلامای سید الشهدا در حیات مذهبی و احترام گذاشتن به موی سفید و خدمت گذاری در حیات و احترام به کوچکترها سعی کردیم که جذب کنیم و عرضم به حضور شما جاذبه بر این داشته باشیم که دیگران هم مانوس کنیم به عشق و محبت آقا ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه. نظر اهل بیت سلام الله علیه که جوانها عرضم به حضور شما گرایش پیدا کنند الحمدلله رب العالمین، این عنایتی سید الشهدا شامل اکثریت جوانها صد هزار مرتبه شکر شده و ماها و نسل ما باید در حفظ شعار سید الشهدا فعال باشیم و نذاریم این عنایت حضرت خدای نکرده از بین بره. وجود سید الشهدا سلام الله علیه در زندگی ها موجب خیر و برکتی که میشه. همین که مادر آدم، مادر ها، پدرها دعاگو میشن، همین که تو مسیر پا میذاری و دعاشون پشت سرش فرزندانشونه باعث میشه این خیر و برکت روز به روز چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ دنیوی، اخروی شامل حال همه انسان ها بشه. اولین بار که پا گذاشتم رو زمین کربلا باورم نمیشد. خودم به خودم گفتم اینجا جای من نیست، جایگاهی من نیست، جایگاهی که همه سادات حضرت زینب سلام الله علیها قدم گذاشتن، حضرت آقا ابوالفضل عباس سلام الله علیها پا گذاشتن. بهم گفتن برای گرفتن اذن دخول حرم آقا ابو عبدالله الحسین برسیم پابوسی آقا ابوالفضل عباس. پابوسی آقا ابوالفضل عباس که پا گذاشتم انانم از دست داده بودم، پام سوس شده بود، زمین گیر شدم، نمیتونستم جلو برم که بخوام حتی دستمو به ذریح برسونم، چون هر لحظه به خودم میگفتم جایگاهی من اینجا نیست. من این عنایات حضرات چی شده شامل حال من شده که من به کربلا رسیدم. البته آرزوی دیر اینم بود که بعد از چندین سال متمادی این بود که بیام کربلا پابوسی آقا ابو عبدالله حسین. سلام به آقا ابوالفضل دادم و اذن دخول آقا ابو عبدالله حسین رو گرفتم و رسیدم پابوسی آقا ابو عبدالله حسین سلام الله علیه. فکرم اینه که از منزل که زدم بیرون فکرم درگیره اینه که تو این سفر خدای نکرده مورد آزمایش سختی واقع نشم که نتونم از وقتش بر بیام.
بی احترامی به کسی نکنم، قدم هامو دونسته بردارم، با صلوات قدم بردارم و همه فکر و ذکرم اینه که کی میرسم پا اشاره آقا ابوالفضل العباس که سلام بدم خدمت آقا ابوالفضل العباس سلام الله علیه. از نجف تا کربلا پرشور و پر احساس بود، صاحب موکب در زوار حسین حساس بود. این ستون ها را تپش های دل ما می شمرد، آخرین این ستون ها شارع العباس بود. پاوسه آقا ابوالفضل العباس رسیدیم، سلام دادم خدمت آقا ابوالفضل العباس. بعد از سلام دادن سر شرمندگیمو نگردوندم به گنبد آقا ابوالعبدالله حسین سلام الله علیه، من همون سر که زیر انداخته بودم تا باب القبله آقا ابوالعبدالله حسین رفتم و سلام دادم، با همون سر پایینم سلام دادم خدمت ارباب. زیارت آقا ابوالعبدالله حسین سلام الله علیها در این سالیان متوالی الحمدلله در من حقیر و بقیه زارین 100% تاثیرگذار هست و موجب خیر و برکت میشه و هر ساله خود حقیر از خود آقا ابوالعبدالله اینا خواستم که سال دیگه بتونم برسم به پابوسشون. احساس سبک شدن، احساس برای این داریم که یک داخل یک خواب یک رویا هستیم و وقتی که از زیارت برمیگردیم واقعا دلتنگه میشیم که از بهش برگشتیم. خیلی سخته اون مبارزه کردن با نفس اماره و اون نفس دنیوی و اینکه از معبودت از رفیقت بخوای دل بکنی. برای حفظ شعار سید و شهدا سلام الله علیها، برگزاری حیات مذهبی، برگزاری چایخانه ها، پوستر ها، پلاکارد ها، رسانه ها، همگی شروع مراسم محرم، پرچم زدن ها، لباس مشکی پوشیدن ها و حفظ شعار سید و شهدا در دسته های عزاداری، این ها موجب این برای این میشه که شعار سید و شهدا سلام الله علیها حفظ بشه و همگی باید در این سیر الله شرکت کنن و هیچ گونه کم و کسری نباید بذارن، چون موجب خیر و برکت میشه برای خودشون، خانوادهشون و تلاش برای این داشته باشن که این شعار رو حفظ نمونه. خیلی درگیر فکرم که در مسیر مشایع آقا صاحب زمان در کنار زوار 100% یقین بر این دارم که با خود زوار هم راهی میکنن پا به پا تا حرم آقا ابوالعبدالله حسین سلام الله علیه و سعی میکنم تا این سفر با ختم صلوات و عرضم به حضور شما احترام گذاشتم به دیگر زواران این باشه که ما مورد عنایت قرار بگیریم و مورد دید خود حضرت سلام الله علیه واقع بشیم. مسائل دنیاوی خیلی باعث میشه که خیلی ها نتونن جذب دستگاه سید الشهدا بشن. گرایش به مسائل دنیاوی و تمایلات دنیاوی باعث میشه که خیلی ها دور بشن از دستگاه پربرکت آقا ابوالعبدالله حسین و این اشتباهه. اگر میخواین که واقعا دنیا و آخرت رو داشته باشن فقط باید در همنشینی با آقا ابوالعبدالله حسین سلام الله علیها و حفظ شعار آقا ابوالعبدالله حسین خبر دارن، فرج آقا حضرت ابن الحسن سلام الله علیها.
بزرگترین حاجت منه و اشک چشم در روزه ها و مصاحبه هم میزانم حضرت زینب سلام الله علیها بزرگترین حاجت من که هیچ وقت اشک چشم تو روزه های ابا عبدالله حسین نخوش کنه بزرگترین حاجت من فکر میکنم این عنایت از من گرفته شده که و مورد عنایت حضرات واقع نشده برای عشق چشم خیلی دعا میکنم برای عشق چشم همه شیعیان تأکید بر اومدن کربلا به خاطر اینه که خدا و امام صادق هم فرمودن سلام الله علیها اگر که ندارین قرض کنین و مشرف شیم به کربلا و تأکید بر این داشتن که هفته یک مرتبه اگر نشد ماه یک مرتبه نشد سال یک مرتبه نشد تو عمر یک مرتبه این بود که برای آمرزش گناهان ما یعنی اومدن سفر کربلا و تأکید بر این به خاطر آمرزش گناهان ماست و اینکه خود آقا ابا عبدالله حسین شب اول قبل شفاعت همه زائرین رو بکنن انشاءالله پرچم سال اول که من این عنایت شامل حالم شد رسیدم کربلا این پرچم جلو باب القبله آقا ابا عبدالله حسین بر سر یک عمود بود البته نه این پرچم یه پرچم بود نوشتهش یال سارات الحسین پرچم خیلی دل نوازه میکرد تصمیم من این گرفتم که پرچم رو کربلا بدوزم و با خودم طواف بدم به حرمین شریفین رو ببرم با خودم تو هیئت نصب کنم و این کارم انجام دادم چندین سال این پرچم بر سر هیئت و چایخونه ها نصب شد امسال تصمیم به این گرفتم که خیلی از دوستان به خاطر شرایط مالی کسالت و شرایط کاری نتونستم برسم پابوس آقا و عبدالله حسین نیت کردم که دوستان دل نوشته هاشون رو بر روی این پرچم بنویسن و بنده حقیق اگر این سعادت نصیبم شد به پابوسی آقا ابا عبدالله حسین برسونم و انشالله به گنبد آقا ابوالفضل عباس بنویسن کربلا غم خیلی سنگینی داره که بیش از 3 روز بیشتر نمیشه تو کربلا مون واقعا بیش از 3 روزش حزن و اندوه تمام وجود آدم رو فرا میگیره به خاطر همین غمه که تم عالمگیر شده روز عاشورا عالمگیر میکنه همه عالم رو خیلی سخت دل کندن از امام حسین خیلی سخت وقتی فکرش رو میکنم میخوام با آقام خداحافظی کنم خیلی سخت مثل جدای فرزند از پدر خیلی سخته خیلی سخته جدا شدن از سیدشون و خداحافظی کردن با آقا و عبدالله حسین رفتن من سعی میکنم که موقع سلامم سلام آخری که میخوام به آقام بدم و خداحافظی کنم همون موقع آخرین روز عمرم باشه در رابطه با زیارت کربلا سعی بر این داشته باشن که به هر نحوی که شده حتی
ولی یه بارم که شده به پاوسی آقا عبا عبدالله حسین خودشون رو برسونم. چون ما مدیونیم و نمکگیر این اهل بیت سلام الله علیه و هستیم. لبیک یا حسین. من و تو نیست اگر مکرش شدی، خیلی حسین.